سلام میگم به شما دوستان عزیز همراهان گرامی و بینندگان برنامه تخت سیا جلسه پنجم هست و من خوشحالم که موز میتونم میزبان شما دوستان عزیزی باشم که علاقمند به الهیات مسیحی هستید و دوست دارید با من تفحص بکنید در کتاب مقدس و آموزهای مسیحی رو بازبینی بکنید بازرسی بکنید و بدونید که به چی باور داریم و چرا به اون چیزی که معترف هستیم ایمان داریم امیدوار هستم که برنامه هایی که در چهار هفته گذشته خدمتون پخش شد اجرا شد ازش بهره برده باشید و با هم داریم توی این مسیر پر پیچ و خم حرکت میکنیم هنوز جاده پیچ و خم نداره هنوز ما داریم تو اون جاده صاف حرکت میکنیم هنوز این اطراف و منطقه‌ای که در اون در حال سفر هستیم جنجال برانگیز نیست تاریک نیست پیچ و خم زیادی نداره ولی به فیض خدا ما به قسمت های مهم دیگه خواهیم رسید که امیدوار هستم برای شما یه مقدار تازگی داشته باشه ایزانی که با الهیات مسیحی آشنا هستن میدونن که اینها مقدمه صحبت هاست و هنوز داریم در مورد الهیات صحبت بکنیم الهیات چیه و این این ابزارهایی که میخوایم ازش استفاده بکنیم تا معرفت خدا رو دریافت بکنیم چه ابزارهایی هستن و بعد از اینکه اینها رو صحبت کردیم به بخش های مهم دیگه ای خواهیم پرداخت و اونها رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد ولی فعلا داریم اعتراضات رو پاسخ میدیم چرا این اعتراضاتی که دوستان مطرح میکنن در رد نیاز به الهیات وارد نیست و داریم به اونها پاسخ میدیم توی جلسه قبل صحبت کردیم که گاهی دوستان اعتراف میکنن که ما از از الهیات خوشمون نمیاد به خاطر اینکه الهیات یک امر اقلانی هست و ما رو از ارتباط با خدا دور میکنه الهیات خشک و بیروح هست یک عمل انسانی هست و پاسخ اونها رو دادیم و گروهی هم هستن که میگن الهیات فقط مختص کسانی هستش که این حرفه رو دنبال میکنم مختص الهیات دانه ها است مختص پژوهشگران کتاب مقدس کسانی که زندگیشون وقف این چیزا کردن من مسیحی ساده نیاز به الهیات ندارم صحبت کردیم و گفتیم که همه ما الهیات دان هستیم به معنای غیر حرفه این واژه و همه ما داریم در معرفت خدا داریم فکر میکنیم تعمل میکنیم و این تعملاتمون انعکاس باورهامون رو در گفته های خودمون در ارتباط خودمون در زندگی خودمون اونها رو نشون میدیم بنابراین مهم هست که بدونیم به چی باور داریم و چرا به اون چیزی که ایمان داریم داریم اون رو اعتراف میکنیم اون رو به اون تعهد داریم بعضی از دوستان به ما میگن که ایمان باید ایمان کودکانه باشه یادتون هست عیسی مسیح کودکی رو در بین شاگردان برپا کرد و گفتش که باید مثل اون کودک بشید و اگر مانند این کودک نباشید وارد ملکوت نخواهید شد از مسیح یاد بگیرید مسیح ایمان ساده میخواد مسیح ایمانی میخواد که پرسجو نکنه مسیح ایمانی میخواد که با چشمانی بسته اعتماد بکنه مسیح ایمانی میخواد که به دنبال مسائل عمیق و بغرنج الهیاتی نره و در مورد اونها صحبت نکنه من در این خصوص که ایمان مسیحی باید اعتماد بکنه و واژه ایمان تنها معرفت الهی نیست بلکه یک واکنشی هست در برابر این معرفت من هم با شما متفق هستم و باید بگم که ایمان مسیح در کنار شناخت خدا اعتماد به خدا هست این امر مهم ایمان هست مخصوصا وقتی که به مسئله انجیل میرسه ما انجیل رو میشنویم و به اون باور میکنیم به اون تکیه میکنیم به خدا اعتماد میکنیم اما با در کنار اون من میخوام با آگوستین هم صدا باشم و بگم که ایمان آوردم تا بفهمم ایمان آوردم تا بفهمم ایمان به من کمک میکنه که در این خصوص در خصوص باورهای خودم در خصوص جهان هستی در خصوص سایرین تفکر کنم و اونها رو در مورد اونها بفهمم و بشناسم اما یکی از خصوصیات زیبای کودکان اگر کودکی در خانواده خودتون دارید این هستش که پرسجو زیاد کنه این چی هست؟ اون چی هست بابا جان؟ پاسخش رو میدی از اون پاسخ یک پرسش دیگری رو خلق میکنه و دائم در حال پرسیدن دائم در حال تجربه کردن محیط اطراف خودش است. وارد دنیایی شده که نامعلومات زیاد هستند و اطرافیانش با اطرافیانش کسانی هستند که توانایی پاسخ به پرسش ها رو دارن بنابراین این جرأت رو میکنه که بپرسه چرا چطور چه وقت و این پرسش ها وقتی که این پرسش ها رو میکنه در انتظار دریافت پاسخ هست و در این پرسش که این کودک رشد میکنه ما هم باید مثل کودکان مانند اسفنج هایی باشیم که دائم در حال جذبیم دائم در حال پرسیدن هستیم دوستان عزیز توی ایمان مسیحی پرسیدن عیب نیست پرسش گناه نیست و باید هر وقت پرسش داریم هر وقت شاید ایمان ما به تزلزل میفته و در قسمت های یقین نداریم با اعتماد از پدر آسمانی خودمون پرسش کنیم تو ما به تومای شکاک معروف است ولی این پرسش ها پرسش هاش پاسخ پیدا کرد یحیای تعمید دهنده وقتی که یقین خودش رو شاید صد درصد نداشت افرادی رو پیش عیسی مسیح میفرسته و از مسیح پرسش میکنن مسیح پاسخ پرسش هاش رو میده کتاب مقدس این حقیقت به ما بخشیده شده مکاشفه شده تا ما جاهایی رو که نمیدونیم بپرسیم دوستان عزیز توی کلیسا ما با عقاید بسیار زیادی رو برومشیم میشیم آموزه های متنوعی رو به ما تعلیم میدن بسیاری خواهند آمد و تعالیمی رو به ما خواهند داد اما وظیفه من به عنوان یک مسیحی متعهد نخوص به خدا دوم به کسانی که به اونها در نهایت روزی تعلیم خواهم داد این هستش که بدونم آن چیزی رو که میشنوم آیا با حقیقت کلام یه همخانی دارد و بدونم چرا به با اون باور دارم خیلی از وقتا ما یک چیزهایی رو شنیدیم همونها رو تکرار میکنیم و زمانی که کسی از ما دلیل باور ما رو از ما میپرسه پاسخی برای پرسش اون نداریم و به چالش میافتیم خیلی اوقات اعلام میکنیم که به چی باور داریم ولی نمیدونیم به چرا چرا به اون مسائل باور داریم منو لازم هست توی ایمان مسیحی پرسش کرد و مانند کودکان در این قسمت جستجوگر باشیم خصوصیتی که متاسفانه به نظر میسه این بعد از تجربه فیز از دست میدن و یا با شک و تردید به اون نگاه میکنن مثل کودکان باشیم و پرسش بکنیم بیاد میارید پولس رسول ساکنین بیریه رو چی خطاب میکنه پولس رسول در خصوص کتاب مقدس با اونها صحبت میکنه همراه با سیلاس بعد از اینکه موعظه میکنه به افراد بیریه این افراد به گفته های پولس و سیلاس قرائت نمی کنند رسول خدا داره حرف میزنه اعلام میکنه انجیل رو اینها میشنوند حرف های پولس رو بهش تنها اکتفا نمی کنند این افراد میرن و شروع میکنن کتب عهد عتیق رو جستجو کردن اونها رو تفتیش کردن کتب عهد عتیق رو زیر و رو میکنن تا ببینن آیا پولس و رسول آن چیزهایی رو که میگه درسته یا نه تا صحت پیغام پولس و سیلاس رو بفهمن کلام خدا چنین روحیه ای رو که با تفتیش و تفحص همراه است جستجو و کنکاش همراه است تحسین میکنن اعمال رسولان باب 17 آیه 11 اینطور میگه و اینها از اهل تسالونیکی نجیب تر بودند چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می نمودند که آیا این همچنین است؟ کتاب مقدس ساکنین اهل بیریه رو نجیب می خونه. چرا؟ به خاطر اینکه با اینکه رسول خدا رو شنیدن با اینکه پیغام انجیل رو دریافت کردند اما تنها به اون اکتفا نکردن بلکه به این همگون به این استاندارد به این منبع رجوع کردن و شروع کردن اون رو تفتیش کردن و دیدن که آیا واقعا آن چیزی رو که پولس آن چیزی رو که سیلاس میگه با گفته های کتاب مقدس همخونی داره یا نه ما چطور تفتیش میکنیم وقتی که آموزه های مختلف مسیحی رو دریافت میکنیم آیا کتاب مقدس رو زیر رو می کنیم تفتیش بکنیم تا ببینیم آیا همچنین است یا خیر بعضی به ما میگن که الهیات باعث شقاق میشه الهیات باعث شقاق میشه شما باید از الهیات دوری بجویید به خاطر اینکه مسیح به ما فرمان داده دستور داده که در محبت ریشه بدوانیم و همدیگر رو بپذیریم و از نفاق دوری بکنیم اهمیت الهیات اونقدر نیست که به خاطر اون برادر و خواهر خودمون رو در ایمان برنجونیم از او جدا بشیم من بخش از این صحبت موافق هستم و باید بگم بله کاملا شما درست میفرمایید و الهیات گاه اوقات باعث جدایی و شقاق میشه و البته الهیات صحیح و متعهد به راستی که متمسک به حقیقت هست باید باید باعث شقاق بشه و با دروغ و ناراستی نمیتونی هم خانه بشه و باید راه خودش رو از دروغ و ناراستی جدا بکنه این طبیعت و ماهیت حقیقت هستش که از هر که این, این رو متابعت میکنه حقیقت رو مطابقت بکنه و مشتاق اون هست چنین روحیه رو داشته باشه که دروغ رو پس بزنه ناراستی رو پس بزنه و متمسک به حقیقت جلو بره آیا خود عیسی مسیح کار نکرد عیسی مسیح بزرگترین شقاق و جدایی رو ایجاد کرد کسانی که با مسیح بودن نمیتونن دیگه با دنیا باشن مسیح گفت که آتشی در میان میگذارم در میان شما شمشیری میگذارم این تفاوت ها این نفاق این جدایی ها خواهد بود مسیح در مورد احساسات ما نسبت به دنیا صحبت نمیکنه مسیح در مورد این صحبت نمیکنه که ما باید نسبت به دنیا و اطرافیانی که نمی نمیپذیرن نفرت داشته باشیم مسیح در مورد راستی و دروغ صحبت میکنه کسانی که راستی را پذیرفتند نمی توانند از دنیا باشند و دروغ نمیتونه خودش رو با راستی در یک جا قرار بده مسیح نور رو از تاریکی دروغ رو از حقیقت میشها رو از بزها و گندم رو از کرکاس جدا کرد خودش فرمود که من نیامدم تا سلامتی رو بلکه تا شمشیر رو بگذارم او آمد تا علیه دروغ و ناراستی اعلام جنگ بکنه آمد تا آنچه را که با ذات خدای راستین در تضاد هست و اون رو ویران کرده نابود بکنه حال چطور است که ما از مسیح مسیحی هستیم چطور است که اتحاد از حقیقت رنگین تر و دوستی از راستی دلنوازتر هست چطور هست که به خاطر اتحاد سر حقیقت رو بر منبر ایمانمون زب می کنیم می بوریم شعارهای غیر و تحمل و بردباری بدعت ها درفشی در هستش که کلیساهای های خفته بلند می کنند اروین لوتسر یکی از الهیدان های معاصر یک کتابی داره خدمتون الان همرام نیست که معرفی بکنم تحت آموزه هایی که جدا می کند میگه که تاکید بر اتحاد در جهت کمرنگ کردن تفاوت های آموزه ای به معنای قربانی کردن حقیقت بر مذبح خیالات واهی است اگر اتحاد بر اساس و شالوده توافق و سازش بر, بر مضمون انجیل نباشد هیچ ارزشی ندارد اگر این تفاوت های حقیقت انجی را از خطر مسون از خطر مصون نگاه می دارد، جای نگرانی نیست اما با وجود اهمیت الهیات و اینکه در نهایت به شقاق در خیلی از مواقع خواهد انجامید باید نکته ای رو هم اضافه بکنم نکته ای رو که من یک جورایی هم عقیده هستم با دوستانی که میگن الهیات باعث شقاق میشه اگر الهیات در مسائلی که اساسی و بنیادی هستن باعث شقاق بشه من میگم اونها این شقاق ها های مبارکی هستن نور و تاریکی نمیتونن با هم همخوانی باشن کسانی که انجیل دروغین رو معیزه میکنن نمیتونن با کسانی که انجیل راستین رو معیزه میکنن هم صدا و هم خانه باشن پولس رسول هم در این قسمت با جرأت عمل کرد وقتی که پتروس رو سرزنش کرد حتی پولس رسول گفت اگر فرشته از آسمان آمد و انجیلی غیر رو به شما معایزه کرد لعنت او باد اما در کنار اون دوستان عزیز باید بدونیم که فرقی هست در تعهد ما به ایمان از اساس ایمانمون بنیاد باورهایمون و اینکه گرایش های سنتی و مذهبی ما چه هست و هر کسی که تو این دسته ما نیست اونها رو بدعت خطاب کردن بعضی از دوستان که از زمینه پنتیکاسی هستند آنانی رو که عطایا را قبول نمی کنند بدعت می خونند. کسانی که عطایا را قبول نمی کنند پنتیکاسی ها رو بدعت می خونند. کسانی که دستگذاری زنان رو کشیشی زنان رو کتاب مقدسی می دونند آنانی رو که این مسئله رو رد می کنند بدعت می خونند و برعکس این بحث ها مطرح میشه سر مدیریت کلیسا با هم به جنگ میپردازند و یکدیگر رو رد می کنند. سر مسائلی که حاشیه‌ای هستن و اهمیت چندانی نداره شمشیر رو بر میداره و همدیگر رو, زخمی میکنند اما باید به یاد داشته باشیم اگر مسائل مسائل بنیادی و اساسی نیستن باید در این راست دینی که به او تعهد داریم با فوتنی عمل بکنیم آگوستین یک صحبت خیلی زیبایی داره میگه این essentials unity non-essentials liberty and all things charity در مسائل اساسی و بنیادی باید با هم متحد باشیم باید یک حرف رو بزنیم هم صدا هم نوا باید باشیم نباید دوتا تعلیم باشه یک انجیل باید موعظه بشه اما در مسائل غیر اساسی در مسائل هاشهی در مسائلی که بنیادی نیستن مثل دستگذاری شبانی زنان مثل تعمید کودکان یا بزرگسالان مثل مدیریت کلیسا مسائل مختلفی که نجات شناسی نیستن و ایمان ما رو به مخاطره نمیندازن نجات ما رو به مخاطره نمیندازن باید آزادی داشته باشیم به حال باید متوجه باشیم که از سنت های الهیاتی متفاوتی هستیم باید با تحمل یکدیگر رو گوش بکنیم آیا همه ما یک حرف رو خواهیم زد خیر همه ما حقیقت رو بیان نمی کنیم کسانی که میگن به عنوان مثال دارم مثال میزنم خانم ها باید کشیش باشند و کسانی که میگن خانم ها نمیتوانند بر اساس کتاب مقدس کشیش باشند یکی از اینها اشتباه میکنه ولی این اشتباه اگر و مطمئن هستیم که نجات ما رو به مخاطره نمیندازه نباید باعث باشه که همدیگر رو بی ایمان و بدعت خطاب بکنیم و از مشارکت با یکدیگر باشیم اگر در سر مدیریت کلیسایی با هم مخالف هستیم این به این معنا نیست که همه ما درست میگیم یکی درست و یکی اشتباه است ولی باید در همدیگر رو در این راستینی که به اون تعهد داریم متحمل بشیم و آگوستین در آخر میگه که در تمام موارد باید با محبت برخورد بکنیم در مسائل بنیادی اتحاد در مسائلی که هاشهی هستن آزادی داشته باشیم ولی در هر صورت محبت بکنیم این رو باید شعار, شعار ما باشه و باور ما باشه در راستینی که داریم با فروتنی برخورد بکنیم اما میخوام این رو هم یک مثالی رو هم بزنم در این زمینه که الهیات اهمیت داره دوستان عزیز الهیات اهمیت داره و گاهی اوقات سر مسائلی اهمیت داره که شاید اهمیتش رو نبینیم اگر یادتون باشه در شورای نیقیه در سال 325 بعد از میلاد زمانی که آتاناسیوس میسته و با عقاید شخصی به نام آریوس با به جدل میپردازه و در خصوص باورهای او اعتراض میکنه در رابطه با ذات و شخص عیسی مسیح تفکرات آریوس رو بهش میتازه و اون رو مردود اعلام میکنه ستیز و جدال این دو یعنی آتناسیوس و آریوس بر سر یک حرف بود از دو واژه هوموسیاس و اوسیاس. تفاوت این دو واژه بر سر یک حرف یونانی آیوتا بود اجازه این اینو بنویسم البته من فارسیشو می نویسم ولی میخوام نشون بدم آن چیزی رو که اونها سرش جنگ داشتن هومو اوسیاس و هومو اوسیاس آتنسیوس و آریوس سر یک واژه با هم به جنگ پرداختن شاید بگید که نمیدونم این یک اختلاف نظر ادبیاتیه من دوست دارم بگم سیاس تو دوست داری بگی و سیاس من دوست دارم بگم به انجیل به این شکل شما دوست دارید انجیل رو به این گونه تعریف بکنید اینها نظرات مختلف ادبیاتی هستن و من دوست دارم بر این به این شکل با این واژه ها خدا رو تعریف بکنم ولی معنای این دو واژه با افزودن و یا کم کردن این حرف دو تا کاملا مطلب و موضوع مختلف بود در یکی از این عبارات ایسا هم ذات با پدر می شد در عبارت دیگه با افسودن یک آیوتا یک حرف به این عبارت ایسا ذاتش شبیه ذات پدر می شد این جنگ این،, این, جدال الهیاتی که در شورای نیقیه اتفاق میفته، در نهایت باعث میشه که آریوس به عنوان بدعت رد بشه و کلیسای راستین ایمان خودش رو در خصوص ذات و شخصیت عیسی مسیح اعلام بکنه کتاب امروز به اون مدیون هستیم بنابراین الهیات گاهی اوقات باعث شقاق بیشه این شقاق مبارکه اگر این شقاق ها را بهش توجه نداشته باشیم بنیاد ایمان ما زیر سوال میره ولی در جاهایی باید مواظب باشیم که اگر موضوعات موضوعات اساسی و بنیادی و نجات شناختی نیستند با شمشیر یکدیگر رو هلاک نکنی مارتین لوتر وظیفه الهیات رو خیلی زیبا بیان میکنه میگه که مقصود و هدف اصلی الهیات این نیست که جدا کرده تفرقه به وجود بیاورد و حتی الهیات در صدد اتحاد و یگانگی نیست بلکه وظیفه اون کشف حقیقت و دفاع و پشتیبانی از آن است وظیفه الهیات کشف حقیقت و دفاع و پشتبانی از اون هست البته صحبتی که مارتین لوتر میکنه صحبتی هستش که مسلما و مشخصا محدود هست و متمرکز هست بر مسئله شقاق و اتحاد هرچند الهیات تعریف وسیع داره من خدمتون گفتم و در نهایت ما رو به ستایش خدا خواهد انجامید اما در خصوص ارتباط با اتحاد و شقاق مارتین لوتر میگه وظیفه من این هستش که حقیقت رو پیدا بکنم وقتی که حقیقت رو پیدا کردم از اون پاسبانی بکنم حالا اگر پاسبانی من از این حقیقت منجر بشه کسانی که این حقیقت رو دوست ندارن از من جدا بشن و این انفکاک و جدایی و دشمنی و اداوت به وجود بیاد باشد من حقیقت رو پیدا کردم و از اون پاسبانی خواهم کرد اما در این حال خیلی از شقاقها بیهوده هستند و ناشی از تعصبات مذهبی هستند که شخصی که در سنتی رشد کرده به این تعصبات بیشتر از حقیقت پایبند هست باید مواظب باشیم که به مسائل حاشیه‌ای کشیده نشیم و این مسائل حاشیه‌ای با نشه که ما شمشیر رو برداریم و همدیگر رو نابود بکنیم این تفکراتی که در حوزه سنت های خودمون داریم دوستان عزیز محدود میشه خیلی از مسائل که من باز اینها رو من وعده آینده رو میدم چون قرار هست به اونا بپردازم به خاطر شرایط خاصی که این سنت ها شکل گرفتند در تصویر بزرگتر محدود هستند و باید متوجه این محدودیت ها باشیم و بدونیم که دوستان و برادران و خواهران دیگری هستند که میتونن از زاویه بهتری ایمان ما رو توضیح بدن یا حداقل از زاویه‌ای که ما توانایی دیدنشون نداریم بنابراین باید در این تفاوت نظرها همدیگر رو پذیرا باشیم و, به جنگ هم نریم خانواده مسیح جامعه الهی بزرگی هستش که تنوع منظرها و چشماندازهایی رو هم به همراه خودش داره و باید مواظب باشیم که در این مسیر یه تنوع سالمی از چشماندازهای مختلف رو داشته باشیم و به عد کشیده نشیم من میخوام تو این چهار دقیقه یک نکته دیگه هم بهش بگم من به این میگم دوران قفس. برای دوستان عزیزی که علاقمند به الهیات هستند و این ابدای خودم نیست این رو معمولا توی دایره سنت الهیات الاه، اصلاحات از این اصطلاح می مقدار تنظامیزم تنظالودم استفاده میکنن دوران قفس معمولا وقتی که یک ایماندار وارد مطالعه الهیات میشه و کتابهای الهیاتی متنوعی رو مطالعه میکنه متوجه حقایقی میشه متوجه آموزه میشه متوجه زاویه ها و بینشی میشه که تا اون زمان کلیسا بنا به دلایل مختلف درست و یا نادرست اونها رو بهش تعلیم نداده بعد از اینکه در معرض آشنایی با این تعالیم قرار میگیره با یه مقدار ناراحتی یه مقدار لبولوچه آویزون و ناراحت یه مقدار با خشم بر میگرده و تمام کسانی رو که تا به اون لحظه او رو خدمت کردن پایهای رو شستن او رو تا به اندازه توانایی خودشون و خشک کردند روبروی اونها میسته به اونها دهنکجی میکنه اونها رو به نام میخونه اونها رو کم سواد اعلام میکنه بی سواد میخونه و اونها رو زیر سوال میبره و تمام خدمتشون رو بی ارزش میکنه الهیاتدان به این دوران تازه به این دوران تازه به دوران رسیدگی رو به این زمانی که تازه شخص با الهیات روبرو میشه بهش میگن دوران قفس منظور این هستش که تا وقتی که شخص با الهیات مسیحی با یک بینش عمیقتر از ایمان مسیحی روبرو میشه کتابهای الهیاتی میخونه برای یک سال این شخص رو بندازی توی قفس تا دیگران رو ضربه نزنه تا دیگران رو برادران و خواهران خودش رو آسیب نرسونه بعد از یک مدتی که آروم شد این احساسات ترخی که ممکنه به خاطر دانستن و غرور او رو میگیره تا فروکش نکرده و رو از قفس بیاد بیرون ما باید این رو هم به یاد داشته باشیم دوستان عزیزی که گاهی اوقات به الهیات اعتراض میکنن این حقیقتی هستش که ما باید یاد بگیریم باید فروتن باشیم راست دینی رو با فروتنانی با فروتنی باید ادغام بکنیم اگر حقیقت رو میدونیم و باید حقیقت رو اعلام بکنیم و نباید فاصله بگیریم از گفتن حقیقت اما با یک چشم باید گریه بکنیم با یک چشم به حقیقت نگریسته چشم خودمون رو از مسیری که باید بریم دور نکنیم نبندیم ولی در این حال با چشمانی گریالود با چشمانی که اشکالوده باید به این برادر و خواهر خودمون نگاه کنیم و حقیقت رو بگیم با فروتنی اگر من در وضعیتی بودم که قبلا نمیدانستم که مطمئن هم بودم نمیدانستم در تعالیم قبل ق... ق... بدعتی بودم که مطمئن هم بودم محدودیت داشتم در فهم خودم یا اون حدود من خیلی تنگتر بود از الان که مطمئن هم بوده برادران و خواهرانی که بهتر از من میدونستن بینش عمیقتری از من داشتن روحانی تر از من بودن میدونستن که من در چه وضعیتی هستم اما با صبر بردباری و فروتنی انتظار کشیدن تا من به جایی برسم که الان رسیدم این فیز رو هم من باید نسبت به برادر خواهر خودم داشته باشم با محبت با صبر با فروتنی باید منتظر باشم که کسی که این حقیقت رو میشنوه بتونه بپذیره باید آماده باشم که این برادر خواهر خودم رو خدمت بکنم را خوش بکنم منتظرش باشم تا اون هم به جایی برسه که من هستم و از من جلوتر بزنه این کار امکان پذیر نیست دوستان عزیز مگر اینکه با فروتنی راستینی رو متحد بش باشیم این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه در حالی که ایستادیم برای حقیقت و تخفیفی قائل نیستیم برای اون و به جرأت حقیقت رو بیان میکنیم اما مانند مسیح وقتی که آمد راستی رو اعلام کرد کلام خدا میگه فیزم همراه بود راستی رو با فیز مخلوط بکنیم از راستی عقب نشینی نکنیم اونو فاکتور نگیریم کوتاش نکنیم سانسورش نکنیم ولی در این حال که داریم حقیقت رو بیان میکنیم با دلی این رو بیان بکنیم که امید داشته باشیم این برادر و یا خواهری که در بدعت هستن روزی از اون برگردن و راستینی رو پیش بکنن اگه که الهیات رو مطالعه میکنیم باید فروتنی رو هم پیشه بکنیم خدا برکتتون بده هفته آینده شما رو ملاقات خواهم کرد